بزرگداشت سالگرد قیام سراسری مردم ایران در لوکسانبورگ. ایران، زنان نیروی تغییر، یک سال بعد از قیام برای آزادی و برابری. به دعوت انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران، نمایشگاه و مراسم بزرگداشت سالگرد قیام 1401 با عنوان ایران، زنان نیروی تغییر، یک سال بعد از قیام برای آزادی و برابری در سالن سندیکای کارگری لوکسانبورگ در شهر اش با حضور شهردار شهر لودلانج آقای لئو لینستر و رئیس پارلمان جوانان لوکسانبورگ سم السی و جوانان از احزاب مختلف از جمله احزاب سوسیال مسیحی، دموکرات، سوسیالیست و حزب پیغاتن لوکسانبورگ برگزار شد. مراسم با یک دقیقه کف زدن به یاد شهدای قیام 1401 آغاز شد. در این جلسه که توسط سلماز جدیری مدیریت شد، سم السی رئیس پارلمان جوانان لوکسانبورگ در صحبت‌های خود از جوانان مبارز ایرانی به خصوص کانون‌های شورشی حمایت کرد. او در صحبت‌های خود با اشاره به سرقت انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی و سوء استفاده آخوند از دین برای ادامه حاکمیت خود گفت: چرا باید از اعتراضات حمایت کنیم؟ زیرا تا زمانی که روزنه ای از امید وجود دارد که می توانیم به بازآفرینی یک دولت بردبار، یک جامعه بردبار کمک کنیم، باید کمک کنیم. زمانی که آزادگان از حمایت یکدیگر دست بردارند، آزادی شکست می خورد. In line with, for example, Euromaidan or even the Arab Spring, stand the protests in Iran. This uprising was led by women, and despite شبنم مددزاده زندانی سیاسی سابق در سخنرانی خود ضمن تشکر از حضور و حمایت جوانان ایرانی، اهمیت حضورشان و پیام بسیار قوی که به مبارزان داخل ایران به خصوص کانون‌های شورشی می‌فرستند اشاره کرد و نقش زنان و جوانان و کانون‌های شورشی در پیشبرد قیام و اعتراضات در سالگرد قیام را خاطر نشان کرد و گفت: درست است که قیام ایران در یک سال پیش اتفاق افتاد، اما در یک سال گذشته همواره روشن و جاری بود، آنچنان که این فاصله زمانی را حس نمی‌کنیم. ما در طول یک سال اخیر شاهد شجاعت و مقاومت بی‌نظیر جوانان و زنان ایران بودیم که همکنون هم ادامه دارد. این قیام یک شبه اتفاق نیفتاد، بلکه ریشه در بیش از 4 دهه مبارزه و مقاومت دارد و فراتر از هر طبقه ای توسط زنان رهبری شد. رژیم علی‌رغم وحشیگری خود نتوانسته است مقاومت سازمان یافته را از بین ببرد. به عنوان کسی که 5 سال زندانهای رژیم ایران و شکنجه و تهدید را تجربه کردم، می توانم شهادت بدهم که اقدام جوانان و زنان چقدر شجاعانه و البته از روی آگاهی است. آنها با شناخت وحشیگری رژیم پا به میدان می گذارند، چرا که خسته از استبداد و عاشق آزادی هستند. Regrettably, Ibrahim Raisi, the perpetrator responsible for the execution of 3,000 political prisoners in 1988 massacre, is being welcomed at the United Nations headquarters. علی فاطمی رئیس انجمن جوانان ایرانی در لوکسانبورگ نیز با اشاره به وضعیت انفجاری جامعه ایران و بنبست رژیم بر ادامه دار بودن قیام تا سرنگونی تاکید کرد. در این مراسم آیلا و آیلین موتاب به قیام ایران و ریشه های این قیام پرداختند. آنها با اشاره به نزدیک به 6 دهه مبارزه علیه شیخ و شاه، راز استمرار این مقاومت را پرداخت هزینه توسط تنها آلترناتیو دموکراتیک و مجاهدین خلق به رغم ددمنشی رژیم آخوندی از جمله قتل عام 30,000 زندانی سیاسی و شیطانسازی رژیم علیه سازمان مجاهدین عنوان کردند. آنها راه حل و برون رفت از وضعیت کنونی در ایران را برنامه 10 مادهی خانم مریم رجوی برای یک ایران دموکراتیک عنوان کردند. À travers toutes les activités politiques, culturelles, sociales et civiles.
همزمان با این مراسم نمایشگاهی در گرامیداشت شهیدان قیام برپا شده بود که مورد بازدید و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.